به امید خدا کلاسی داشته باشیم از آموزه های نورانی اورشیوات ایامیم ربنو برشم تو به مقدس ایتا هربه آسو کرشبی ولو آلتا بیادم. در تلمود قسمت براخود صفحه 35 بحثی اونجا بین رب شیمون بر یوخای و دیگر علمای ما. ربی شیمون بر یوخای عقیده شون اینه که انسان البته باید واقعا تو مرتبه باشه همونطوری که بر شیمون تو اکادش هم بهش اشاره میکنن که توی مرتبه‌ایه که کل روزش آموزش تورای. بعد همچین کسی که خود رب شیمون بر یوخای همین حالت را داشتن تو اون مرتبه توکل و وصال بودن، بعد اموراتشون را خدا فراهم میکنه. ولی دیگر بزرگان ما اونجا که ربی اشمائل میگه هنهگ باهم میناک درخ ارت، میگه که نه، باید هم کار بکنه هم تورا بخونه. حقیقتا این تضادی بین این دوتا نیست، هر کدوم داره تو مرتبه خودش صحبت میکنه. بلشم تو اکادوش میگن که توی تلمود میگه که خیلی ها خواستن که مثل رب شیمون بر یوخای رفتار بکنن، یعنی تصمیم گرفتن که کل روز فقط تورا. میگم با دوره ما این موضوع فرق میکنه، دوره ما یه حالتهای دیگهی به وجود اومده، مثلا کسایی هستن که توی کلل درس میخونن یا درس میدن و به خاطر اینکه معلمن حقوق میگیرن و این مسائل، اون دوران اینطوری رایج نبوده و همین خاطر ما بینیم که خیلی از بزرگان تلمود خودشون کسب و کاری داشتن، کارگر بودن، تاجر بودن و همین خاطر نمیشه که این الان اوورد و گفت که پس چرا کسایی هستن که تو دوره ما مثلا بیشتر یا روز یا کل روز توی کلله یا توی بیت میدراش دارن تورا یاد میگیرن. این هیچ ربطی به این مسائل نداره، این یه سیستم جدیدیه که مطابق دوران ابداع شده، نه اینکه ضد تورا باشه خلیلا، یه چیز جدیدی باشه که با تورا هم خونی نداره. اتفاقا اگه اینطوری نمیشد تورای دیگه باقی نمیموند. تو دوران قدیم مثلا 2 ساعت 3 ساعت که تورا میخوندن اون کیفیتش و عمقش و کمیتش و تقدسش و تأثیراتش 2 ساعت اونا مطابق بوده ممکنه با چندین هزار ساعت یه آدم دوره ما. به همین خاطر هرچی که دوران دور شده از اون حالات، بعد ساعت آموزش تورا بیشتر شده و این سیستما به وجود اومده به خاطر اینکه ضعف دوره ما اجازه نمیده که مثلا 2 ساعت 3 ساعت تورا کافی باشه برای خیلی از آدما. میگم اینا تو پرانتز گفتم که موقع سوء تعبیر نشه از این موضوع. خلاصه اونجا میگه که تو اون دوران خیلی ها خواستن مثل رب شیمون بر یوخای انجام بدن، یعنی هیچ کاری نکنن فقط تورا بخونن، ولی موفق نشدن. بعد شم تو بکادوش میگن یه نمونه از کسی که میخواد هنوز نرسیده به یه مرتبه والا تقلید اون مرتبه را بکنه ولی آمادگیش را نداره، مقدماتش را نداره، بعد این موفق نمیتونه بشه. کلاس اخیر نامیده ملخ در مورد همین بود که آدم باید پله به پله بره بالا، نمیتونه یک دفعه بپره توی مرتبه آدمی که مثلا سالیان سال رو خودش کار کرده،
یا اصلا آدمم بهش اشاره نکنیم نمیتونه یه دفعه مثلا از مرحله پایین برسه به یک مراتب خیلی نزدیک و والا معنوی و این مسائل. باید اون طوری که توضیح داده شد تو اون کلاس باید زیر پاش را سفت بکنه، باید پله به پله بره بالا. اگه نه، اگه زیر پاش خالی باشه، یعنی اون مراحل مقدماتی را طی نکرده باشه، خدای نکرده یه دفعه ممکنه یه ذره به نظر پیشرفت زیادی بکنه ولی سقوط میکنه. همه در حال صعود و سقوطن توی معنویت، هیچ کی توی مرحله نمیمونه. آدم یه نزدیک میشه بعد یه ذره دور میشه، این سیستمیه که خدا آفریده. ولی صدیقیم به خاطر اینکه اون حداقل‌ها و مراتب‌های اولیه را محکم پیریزی کردن و طی کردن، بعد بعضی موقع که مثلا خیلی پیشرفت میکنن، خیلی نزدیک میشن و باید یه ذره دور بشن، اون موقع زیر پاشون خالی نیست. حداقل ایمان هست، حداقل توکل هست، حداقل تفیلا هست، حداقل آموزش تورا هست، برای اینکه اونها را سالیان سال روی این مقدمات پوشا بودن و جزی از وجودشون کردن. ولی بعضی موقع است که ممکنه یک آدمی اول راه شروع کنه روزی 20 ساعت تورا بخونه، ممکن، ولی اون آمادگی جسمی و روحی و اون انرژی که باید داشته باشه ممکنه نداشته باشه. بعد چند وقت ممکنه این ادامه بده، بعد انقدر دیگه یک دفعه این براش غیر قابل تحمل میشه برای جسمش. حتی از نظر معنوی هم به این میگن ریبوی اوروت میوت کلیم، یعنی نور زیاد ظرفیت کم. بعد ممکنه خدای نکرده به یه حالتی برسه که اصلا در چند وقت نمیخواد هیچ تورا یاد بگیره. برچه تو اکادش میگن که اینه که توی تلمود میگه که خیلی ها خواستن تقلید مرتبه رب شمعون بر یوحای بکنن ولی تو مرتبه نبودن و همین خاطر موفق نشدن. حکماناهی شایو رو تیم لسود لعتمام سیگوفیم که دش یا وول مدگت رشبی و لکخل و آلتا به یادام، یا میخواستن ریاضت بکشن مثل رشبی. و یه نکته نهفته است توی گفته برشم تو وکادوش، بجز این که گفتیم که کسی که هنوز مراتب اولیه را طی نکرده یک دفعه میخواد یک شبه عالم بشه، اون موقع خب موفق نمیشه به طور معمول. این یه جنبشه. جنبه دیگهش، یه نکته دیگه تو گفته برشم تو اینه که اینها کل قصدشون این بوده که ریاضت که کشیدن، هر کاری که کردن، میخواستن مراتب کسب بکنن، مراتب معنوی کسب بکنن، به همین خاطر موفق نشدن. برای اینکه در ادامه بلشم تو میگن دلوی خبن بابوداتو رکل اصد نخد روخ لبرید بارخ لبد، میگه آدم که هر کاری میکنه در مورد خودش و پیشرفتش، از تا پیشرفت معنویش هم نیتش نباشه. با این حال دوباره بعد تو پرانتز گفته بشه این در مورد کسی که دیگه به مراتب واقعا محزن لله رسیده. ابتدای کار تو تلمود بشته همون برمیگرده به موضوع اول که باید یه مقدماتی باشه که آدم طی بکنه. مثلا همین محزن لله توی تلمود نوشته که لولا میمد آدم شلولیشما، یعنی آدم در ابتدای راهش حتی کاری که برای خدا میکنه، تورایی که یاد میده، عوامل خدایی که انجام میده، معمولا محزن لله نیست، یا برای شهرت، یا برای اینکه دیگران بهش توجه بکنن، یا از خدا پاداش میخواد، یا از دیگران پاداش میخواد، یا یه معامله‌ای هست توش، یه منفعتی هست توش. بعد تلمود میگه که در ابتدای راه این
معمول طبیعتش اینه، از اون بیشتر برشمت و کادش میگن که اینطوری باید باشه. بعد میتوخ شلالیشما بالیشما، بعد از اینی که به خاطر منفعت انجام میده میرسه به مرتبه که فقط برای خدا میخواد انجام بده، فقط رضای خدا را جلب بکنه. ولی در ابتدای کار اگه مثلا حتی تورا یاد میگیره یا اوامر خدا را انجام میده که مراتب معنوی کسب بکنه، اون جزی از طبیعت این راهه. حتی برای شهرت هم در ابتدا من نشده، ولی به شرطی که یه هدفی داره و یه برنامه ریزی میکنه که یواش 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 همه این مسائلی که شخصی و منفعت خودش را بذاره کنار و فقط برای خود انجام بده. اینجا برشمتوف میگن که انسان که به اون مرتبه مزل لا رسیده، اگه ریاضت بکشه و شروع بکنه همه این کارهایی که رشبی کرده که بخواد مثل رشبی بشه، یعنی مراتب کسب بکنه، خب این که نشد، این محزن الله نشد. ولوش یا بول مدرگا ولوی خوین و عبوداتو رک لحصد نخد رو اخل بره بارخ لبد. در بندگیش، عبادتش، عبودیتش، توراش، اوامر خدایی که انجام میده، یک چیز تو نظرش باشه که میخواد رضایت خدا جلب بشه، میخواد قلب خدا را شاد بکنه، آسایش خاطر باشه برای خدا کاری که میکنه. خودش چه مرتبه‌ای کسب میکنه و اینا هیچ براش اهمیت نداشته باشه. اینایی هم که مثلا میدیدن رشبی چقدر تانیت میگیره، چقدر ریاضت میکشه، اونا هم میکشیدن، گفتن خب ما هم میخوام مثل رشبی بشیم، رب شیمون بر یوخای بشیم. میگه به خاطر همین موفق نشدن، برای که دنبال کسب مراتب بودن. رب شیمون بر یوخای وقتی که ریاضت میکشیدن یا هر کاری میکردن، هیچ در نظرشون کسب مراتب نبوده. پس شد به طور کلی دو برداشت از گفته برشمتوف که بیشتر دومی به نظر میاد. یکی اینه که جای مختلف این گفته برشمتوف گفتن، یه صورتش این بود که میخواد یک دفعه بپره به مرتبه‌ای که هنوز مقدماتش را نداره، مثل کسایی که میخواستن مثل رشبی تو اون دوره هیچ کاری نکنن، فقط وصف بشن به تورا 24 ساعت و تو مرتبه نبودن و شکست خوردن و اینکه مقدماتش را نداشتن. یا یه طریق دیگش این که کسی که به خاطر کسب مراتب از یه بزرگی تقلید میکنه که اونم مراتب کسب بکنه، میگه این محزن لله نشد. و کسی که مثلا میخواد دیگه رشبی، دیگه سمبول محزن لله و لیشماه، بعد یکی که میخواد مثل رشبی بشه، اگه کارهایی که میکنه به خاطر اینکه کسب مراتبه، کلن از مرحله رشبی پرته.